مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، حشمت الله تبرزدی، کیوان صمیمی، جعفر اقدامی و علی عجمی، شش تن از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر هستند که از صبح امروز در اعتراض به شهادت حاله صحابی و هدی صابر و همچنین در حمایت از زندانیان اعتصاب قضا کننده در زندان اوین دست به اعتصاب قضایی نامحدود زدند. در همین ارتباط گفتگوی تلفنی انجام دادیم با مهسا امرآبادی، همسر مسعود باستانی از تهران. خانم امرآبادی، در خبرها اومده که 6 تن دیگر از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زدند. شما هدف این دوستان رو از اعتصاب قضاشون چی میدونید؟ چه اطلاعاتی در این زمینه دارید؟ والا اعتصاب قضای این 6 تن از امروز شروع شد، پنجشنبه، از روز پنجشنبه شروع میشه و دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند. این عزیزان در اعتراض به عدم رعایت حقوق زندانیان و همچنین شهادت خانم صحابی و آقای صابر و در حمایت و اعلام همبستگی با زندانیان 33-350 که اعتصاب قضا هستند این کارو کردن. خواسته های مشخص این زندانی ها چی هست و فکر میکنید این اعتصابشون تا کی ادامه خواهد داشت؟ این اعتصاب قضا نامحدوده، یعنی اون چیزی که اعلام کردن که نامحدوده این اعتصاب قضاشون و تا زمانی که دوستان 350 اعتصاب داشته باشن اینها هم اعتصاب میکنن و همراه با این عزیزان همراهی میکنن. خواستهشون هم خب مثل خواسته بچهای 350 که خواسته رسیدگی فوری و قانونی به فوت این دو عزیز، یعنی خانم صحابی و آقای صابر هستن و خواستار این هستن که حقوق زندانیان کمی بیشتر رعایت بشه و این رفتارها دیگه بعد از این صورت نگیره با هیچ کدوم از زندانیا و همچنین مسئولین بیان پاسخ بدن که این اتفاقات برای چی به صورت مستمر داره میفته در قبال زندانیا. به نظر میرسه شرایط زندان رجای شهر کمی پیچیده تر از زندان اوین و دیگر زندان هست. شما تو این مدت آیا تونستید از حقوق اولیه یک خانواده زندانی سیاسی برخوردار باشید؟ ببینید خب در اوایل که وقتی اینها رو به زندان رجای شهر منتقل کردن حقوقشون کم و بیش رعایت میشد، یعنی ما ملاقات حضوری و تلفن داشتیم، ولی از آذر ماه پارسال که ما حتی یک ملاقات حضوری هم نداشتیم. شرایط بسیار تو زندان رجای شهر سخت تر شده، سختگیری و فشارهای خیلی غیر منطقی و بی جهت اعمال میشه روی زندانیان و خانواده. برای مثال سالن ملاقات حضوری و دیوار کشیدن تا نصفه و اصلا ملاقات حضوری به اون معنا دیگه وجود نداره، یعنی حتی اگه خانواده هم موفق بشه که ملاقات حضوری بگیره حتی نمیتونه اون عزیزش رو در آغوش بگیره و یا حتی دستش رو بگیره، چون اون زندانی باید اون طرف دیوار چند متر با فاصله بشینه و ملاقات کننده و خانواده هم این سمت دیوار و با فاصله زیادی از دیوار بشینن و صحبت کنن که این واقعا شرایط رو برای ملاقات کننده ها سخت میکنه. از طرف دیگه هم این ملاقات های ما چون 2 هفته یک باره برای ما واقعا جای نگرانی داره با این وضعیت، مخصوصا چون هیچ تضمین و امنیت جانی این افراد توی زندان ندارن و اگر اتفاق هم بیفته به عنوان مثال منی که 2 هفته یک بار میتونم برم مسعود رو ببینم، فقط 2 هفته یک بار میتونم از حالش باخبر بشم و اگر اتفاقی توی زندان برای هر کدوم اینها بیفته ما هیچ باخبر نمیشیم تا 2 هفته دیگه که بریم ببینیمشون. کلا شرایط زندان رجای شهر شرایط خوبی نیست، خیلی فشارها زیاد شده، هواخوریشون خیلی مدت کمیه، در روز روزانه 4 ساعت فقط میتونن از هواخوری استفاده کنن، در صورتی که در زندانهای دیگه از صبح تا بعد از ظهر اگه اشتباه نکنن. خب مثلا خب فروشگاه زندان مواد غذایی کمتری میاره، بهداری اونجوری که باید و شاید رسیدگی نمیکنه به بیماران زندانیان سیاسی و کل این شرایط نگران کننده است.